The Iranian Revolutionary Guards Corps is one of the most important institutions in Iran today. Here in Iran, they're known as the Pasdaran, or the Guardians. Otherwise, they're simply known as Sepah, which means the army. Sepah was formed in 1979, uniting a number of paramilitary groups, all working with the aim of protecting the Iranian Revolution. And just like the revolution itself, Sepah is 30 years old this year. During its lifetime, the Revolutionary Guard has grown into a force of formidable military strength, but it's also caused much controversy. Some accuse the Guards of taking on an economic and even political aspect in the Islamic Republic of Iran, far beyond its role as a military force. On this edition of Iran Today, we tell the story of the formation and growth of the Revolutionary Guard in the words of four of its most important and influential former members. از پیروزی انقلاب اسلامی طبعا هیچ دستگاه نیرومندی برای حفظ امنیت و دفاع از مرزها وجود نداشت، به ویژه اینکه توطئه‌های بسیار زیادی علیه کشور وجود داشت. چون نیروهای مسلح ایران و نیروهای امنیتی ایران و نیروهای اطلاعاتی ایران فرو پاشیده بودند، تا اینا میخواستن دوباره برگردن و بازسازی بشن، سازماندهی بشن، حداقل 10 سال طول میکشید. کشور نمیتونست تو این 10 سال بدون پناه باشه، بدون دفاع باشه. پس ضرورت تاریخی هم وجود داشت که سپاه شکل بگیره. ما برای انقلاب نیرویی میخوایم که از انقلاب دفاع بکنه. لذا اون موقع اولش مطرح میکرد گارد انقلاب، گارد ملی. ما به تجربه رسیده بودیم که هر انقلابی میکنیم یک ضد انقلابی هم بعدش انجام میشه. مثل جنگی هر تکی یه پاتکی هم داره، هر حمله یه ضد حمله هم داره. اینو ما فهمیده بودیم با توجه به تجربیاتی که از قبل داشتند، از 150 سال گذشته داشتند، به این نتیجه رسیدن که باید یک نیروی انقلابی به عنوان یک نیروی ویژه حفاظت از انقلاب رو به عهده بگیره. اکثرا هم تایید میکردن که برای حفاظت از انقلاب یک جنسی از خود انقلاب لازمه، که تقریبا انقلاب که پیروز شد، مرحوم شهید محمد منتظری دنبال این بود که خودش این نیرو رو ایجاد کنه و رفته بود در محل گارد دانشگاه ها، که حالا گارد دانشگاه یه جایی بود که دیگه با انقلاب موجود خودش از دست داده بود، دیگه برای دانشگاه لازم بود گارد داشته باشن با نیرو مسلح. رفته اونجا رو گرفته بود و یک تشکیلاتی به نام پاسداران انقلاب درست کرده بود، با نام اختصاری پاسا را انداخته بود. اینا به فکر گفتن که سپاه تشکیل بدن و اگر خطری افتاد اینا بتونن سریعا یه سری افراد جمع کنن، اصلا هم داشته باشن بتونن دفاع کنن. لذا اعضای مختلفی از سپاه به وجود اومد. رفتیم از محل اداره مرکزی ساواک یه مش خودکار و قلم و دفتر و خطکش و اینا رو آوردیم گذاشتیم و بعدم رفتیم اونجا یه 25 تا ماشین هم که سوجاش نبود از پشت فرمون روشن کردیم آوردیم و شد سپاه. Once the IRGC had established itself at the center of the revolutionary movement, it became necessary for it to find a place within the legal framework of the Islamic Republic of Iran. تو این روزا دولت موقت پیشدستی میکنه و خدمت امام پیشنهاد میکنه که اجازه بدید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با همین اسم، که اولین اسمش هم تو همون نامه‌ای که دولت موقت، یعنی امام نوشته بود دولت موقت در پاسخ اونها، تشکیل بشه. و خلاصه در نهایت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نامی بود که مورد تایید قرار گرفت و در نهایت مجموعه ای از گروه ها رو که با هم جمع شده بودند یک تشکیلاتی رو به وجود آوردیم، شورای انقلاب اسلامی
این تشکیلات رو تأیید کرد و حضرت امام هم نظر شورا رو تأیید کرد و به این ترتیب رسما این تشکیلات در دوم اردیبهشت 1358 آغاز به کار کرد. میشه گفت که تمام گروه هایی که غیر از بنی صدر و غیر حزب بودن اومده بودن تو سپاه. یعنی اگه ریشه جریان سوم کسی بخواد در کشور دنبال کنه باید به سپاه برگرده، به اون سپاه اولیه، چون تمام کسانی که غیر از حزب بودن، حزب جمهوری بودن یا غیر از تشکیلات لیبرال ها و بای بنی صد بودن، اینا بچه های انقلاب بودن، اینا اومدن توی سپاه. رسو هستای مختلفی از سپاه به وجود اومد. من در 4 نقطه خود تهران سپاه تشکیل شد و خب حالا اینجا خود شورای انقلاب به نتیجه رسید که بیان این 4 تا رو یکی بکنن و یه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی واحد درست کنن دیگه، چون همین 4 تا که در تهران درست شده بود در استانها هم گروه های مختلفی درست شده بودن. اینا اگر انسجام پیدا نمی کردن و یک دست نمی شدن، یه سازمان نمی شدن، خب فردا امکان داشت بین خود اینها درگیری های به وجود بیاد، اختلاف نظرهای به وجود بیاد. عده معتقد بودن که ما در واقع مستقیما با هیچ کس از دستگاه ها کاری نداشته باشیم، بلکه از طریق دولت کارام رو انجام بدیم. عده میگفتن نه، ما خودمون مستقیما با دستگاه ها کار بکنیم. البته دولت به شدت مخالف بود که عده میگفتن سپاه باید زیر نظر دولت باشه. عده میگفتن نه، باید سپاه زیر نظر رهبر باشه. دلیلش این است که دولت تابع شرایط روز و تابع کار خودش هست، اما عده میگفتن زیر نظر رهبر باشه، برای خاطر اینکه او مصالح کلی نظام و اهداف کلی نظام رو توجه داره. یه روزی بنده و آقای عباس دوزدانی و محسن رضایی رفتیم قم خدمت امام، اونجا مطرح کردیم که ما با دولت موقت نمیتونیم کنار بیام، جنس ما بچه‌های انقلاب فرق میکنه، که امام فرمودن که پس چه باید بکنیم؟ من عرض کردم که بهتره ما بریم در نظر شورای انقلاب. امام فرمودن بله بله، امر سپاه باید با شورای انقلاب باشد. قانون اساسی دو تشکیلات درش گنجوده شد، یک ارتش، یک سپاه پاسداران. کسی نمیتونه تغییر بده. اگه بخوام تغییر بدم فقط کار ارتش امام و منظر رهبری است که مثلا بتونن مثل حضرت امام که یه متمم قانون اساسی رو در نفر تعیین کردن، اومدن خودشان با مواردی رو تغییری دادن. سپاه جز به قانون اساسی اومده، کسی نمیده تغییرش بده یا کمش کنه یا بیاره. بعد یا من گفتم که سپاه نیازی نیست، قانون اساسی اومده، قانون اساسی مردم رأی دادن. سرانجام بالاخره در اساسنامه تصیب شد که سپاه زیر نظر رهبری کشور باشه. With the Revolutionary Guards gathering momentum as a pillar of the new Islamic Republic, its growing power did not go unnoticed. Other parts of the Iranian establishment began to question the reasons for its very existence. اصلا یه سری کار میکرد و افکار که حالا از صدمش از همین مجاهدین بود که حالا دیگه نیازی نیست، سپاه باید ادغام بشه در ارتش، یا ارتش در سپاه ادغام بشه مثلا. آیا با داشتن ارتش سپاه رو هم میخوایم یا نه؟ این موضوع در مجلس خبرگانی که قانون اساسی رو تنظیم میکردن مطرح شد. این هم یک دو بار خود مقام از رفعی ندن چی کرد که ازن چین ممنوعی نیست هستن، این هم قانون اساسی ازن مستقل هستن. این جمله ای که به عنوان اصل 150 قانون اساسی اول که آخرین اصل قانون اساسی هم بود نوشته شد، کاملا مگردمه با همون تنین مخصوص از مرحوم شهید بهشتی بود که اونجا خیلی بحث شد موافق مخالف. بعد همه به این نتیجه رسیدن که اکثریت موافقین که کاری که از سپاه میخواهیم کاری نیست که از ارتش میخواهیم، یه کار دیگه ای میخواهیم. ما یه نیرویی میخواهیم که از انقلاب و از دستاوردهای انقلاب دفاع کنیم.